درود فروان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز سه شنبه سوم مرداد ماه، همونجور که مشاهده میکنید شاخص کل کار خودش رو خیلی خوب شروع کرد، ولی تا اواسط کار تقریبا خوب جلو اومد. از وسط کار به اون طرف کم کم فشار فروش ها کمی بیشتر شد و متاسفانه فرود خوبی رو در شاخص کل نداشتیم. البته شاخص کل فرابورس امروز وضعیتش خیلی جالب نبود و حتی 0.2% منفی شد. شاخص کل و هموزن و صنعت همگی در نهایت به 0.2% مثبت رضایت دادن. ساعت 10 صبح، ببینید نقشه ساعت 10 صبح رو من براتون نشون میدم. همونجور که مشاهده میکنید سبز توی اون ساعت رنگ غالب هستش. اگر اینجا این شله ها با چند تا نماد دیگه را هم تو خود رویا حذف بکنیم، میشه گفتش که نقشه خیلی قشنگ و خوش رنگی را ساعت 10 صبح داشتیم، ولی در نهایت انتهای بازار ما به این نقشه رسیدیم که خب همونجور که مشاهده میکنین تعداد نمادهای سبز نسبت به اون تایم خیلی کمتر شده و ببینید قرمز ها خیلی بیشتر شدن. شل آب امروز روز خوبی را نداشت، نمادی که توی این مدت حالا خیلی خوب و پروژه‌ای بالا اومده بود. دیروز هم کمی راجعش صحبت کردیم که فعلا ریسک پذیری ورود به چنین نمادی خیلی میتونه زیاد باشه. امروز با فروش بسیار زیادی مواجه شد. خودرویی ها هم امروز انتهای کار روز بسیار بعدی را دوباره پشت سر گذاشتن. همونجور که مشاهده میکنید چند نماد سبز در کل گروه خودرویی بیشتر دیده نمیشه و بقیه نمادها همگی قرمز هستند. پتروشیمی ها هم حالا شله ها بذاریم کنار، تقریبا روز متوسطی را پشت سر گذاشتن. نمادهای سبز و خاکستریشون شاید از قرمز ها کمی بیشتر بشه و در فلزات اساسی هم تقریبا همین حالت پیش اومد و خاکستری و سبز از قرمز ها شاید مجموعشون بیشتر هست. خب بقیه گروه ها رو هم میبینید، یعنی فرود جالبی رو اصلا نداشتیم و این قضیه تو همه گروه ها رخ داده. همینجور که مشاهده میکنید تقریبا اغلب نمادها امروز خاکستری کار خودشون را به پایان بردن. از نکات مثبت بازار امروز میتونیم بازپسگیری کانال 2 میلیون را توسط شاخص کل بگیم. بالاخره ما بالای 2 میلیون افتادیم، درسته که خیلی کم و کوچیک این اتفاق افتاده، ولی بالاخره اسمش هست که در کانال 2 میلیون وارد شدیم. خب حالا با رسم این فیبو میبینیم که شاخص کل فعلا روی 78 صدمی فیبو از خودش واکنش نشون داده و در هر حال اگر بتونه مجددا 61 صدمی فیبو را هم پس بگیره، یعنی بالای 2,070,000 بیفته، اون موقع میتونیم امیدوارتر باشیم برای یک صعود بهتر. ولی خب احتمالش هم هست همین حدود 2 میلیون فعلا یه مدتی نوسان را تجربه کنیم. خب بحث سر نرخ خوراک پتروشیمی ها کماکان ادامه داره. نامه‌ای که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس مجلس زده و یه جورایی افزایش نرخ خوراک و سوخت گاز توسط دولت برای تولید کننده های پتروشیمی و حالا بقیه را یه جورایی تخلفیشون نامیده و گفته که در انتهای کار، حالا دلایل اینجا آورده، من به دلایلش کاری ندارم، و در نهایتشون گفته که نظارت مجلس بر تصمیمات هیئت وزیران دستور فرمایید موضوع بررسی و اقدام لازم برای لغو مصوبه مذکور معمول گردد. یعنی حالا ببینیم که مجلس پس دولت ور میاد که این قانون را لغو بکنه یا نه. البته ایشون پیشبینی هم کرده که تا 1 هفته آینده مصوبه
نرخ خوراک پتروشیمی ها که توسط دولت تنظیم شده لغو شود. حالا درخواست خودش داده، پیش بینیش هم به این صورت بوده. حالا این اتفاق میفته یا نمیفته را باید صبر کنیم ببینیم چی میشه. همچنین میبینید تا افراد دیگری هم باز نظر دادن، گفتن نرخ خوراک باید بر اساس یک فرمولی تعیین بشه که ببینیم واقعا به این نقطه ما میرسیم یا نه. ارزش دلاری بازار 187 میلیارد دلار هستش که خب تقریبا این عدد برای ورود میتونه عدد مناسبی تلقی بشه، به خاطر اینکه ما همین یک دو ماه قبل این عدد را حدود 220 خورده میلیارد دیدیم و حالا من اصلا به ریالی کار، اصلا ریالی بازار اصلا کاری ندارم، ولی قطعا ارزش دلاری میتونه یه مقداری در روزهای آینده بالاتر بیاد. البته قیمت دلار هم کماکان در همون کانال 48,000 تومان هست، 48,700. سکه رشد خوبی را تجربه کرد، همونجور که مشاهده میکنیم با 508,000 تومان افزایش قیمت به حدودای 27,900,000 تومان رسیده و احتمال ورودش به کانال 28 میلیون تومان برای فردا میتونه وجود داشته باشه. از طرفی قیمت دلار جهانی دیروز کندلش سبز شد در بازار آمریکا. امروز هم کماکان در بازارهای آسیا و اروپا دلار به سمت بالا حرکت کرده و تا این لحظه 101.455 هست. و خب با کندل سبزی که دیروز دلار به جا گذاشت، میبینید که بیت کوین افت شدید با یک کندل قرمز رو تجربه کرد و به کانال 29,000 دلار رسید، حتی در دقایقی به کانال 28,000 دلار هم وارد شد، ولی مجدداً بازگشتش را تا 29,300 دلار داشت. الان هم همین حدود 29,300 دلار امروز داره نوسان میکنه تا اینکه بازار آمریکا باز بشه، ببینیم که دلار جهانی سعودی خواهد بود یا میخواد اصلاحی را انجام بده. و خب این قضیه روی قیمت مواد اولیه، قیمت طلا، بیت کوین و بقیه محصولات تأثیر گذاره. ارزش معاملات نسبت به دیروز کمی بهتر شد ولی اصلا قابل قبول نیست. 5100 میلیارد تومانه و متاسفانه روند ورودی پول حقیقی که دیروز، حالا دیروز و پیروز به اندازه کمی مشاهده کردیم، مجدداً معکوس شد و امروز حقیقی ها 237 میلیارد از بازار خارج کردن. سرانه خرید و فروش حقیقی ها هم تقریباً روی عدد 23 میلیون تومان برابر بود. همونجور که مشاهده میکنین دو الگوی ساعتی بیشتر نداریم، فراور و بزاگروس، که مجددن یک کمی شاید فردا شروع بازار جالب نباشه با این اوصافی که امروز دیدیم و نمادهایی که آخرین قیمتشون بیش از 3% نسبت به قیمت پایانی تفاوت داشته. هم امروز 5 نماد هستن: فخاز، دتماد، شلعاب، رافزا و سیلام، که مشاهده میکنیم باز جا شلعاب امروز حتی مثبت رو هم تجربه کرده، از مثبت یوی رسید به صف فروش و منفی سنگین. همونجور که مشاهده کردید ساعت 10 این اتفاق افتاد، یعنی همون اول کار فقط مثبت بوده ولی انتهای بازار دیگه این اتفاق براش نیفتاد. سه نماد دعاوه، قمینون و ملی پوشای سعودی داشتند و در نقطه مقابل 47 نماد با پوشای نزولی همراه شدند که باز اینجا تعداد زیاد هستش و احتمال اینکه فردا مجدداً ما روز خوبی نداشته باشیم با این وضعیت وجود خواهد داشت. نماد بشهاب امروز الگوی ستاره صبحگاهی را ثبت کرد. البته نوری و بشهاب امروز جزو خریدهای ما هم بودند. 14 نماد
با سه کندل قرمز متوالی فعلا مواجه هستن که خب اغلبشون هم با منفیهای بالایی کار خودشون رو به پایان بردند و 23 نماد همجور که مشاهده میکنید سه کندل سبز متوالی را امروز تجربه کردند. فعلا تعدادشون بیشتر هستش، ولی خب اگر فردا بازار بخواد برگرده و نزولی باشه قرمز بخوریم، احتمال داره که از تعداد نمادهای این فیلتر کاسته و به اون سه کندل متوالی نزولی افزوده بشه. 5 نماد امروز با حجم معامله بالایی مواجه شدن، به نفعی که حجم معاملاتشون 4 برابر بیشتر از حجم معاملات 20 روزه هست. 24 نماد در انتهای کار صف خرید داشتن که اسامیشون را مشاهده میکنید، از نظر تعدادی کمی بیشتر از نمادهایی هستن که در انتهای کار صف فروش داشتن و تعدادشون 18 نماده. این هم اسامی اون 18 نمادی که در انتهای کار صف فروش با صف فروش کار خودشون را به پایان بردن. 4 نماد در آستانه صف خرید قرار داشتند. نماد آستانه صف فروش نداشتیم. نماد شل آب نمادی هستش که امروز از صف خرید به صف فروش تغییر جهت داد. این 29 نماد صف خرید را تاچ کردند، ولی در نهایت نتونستند در صف خرید باقی بمونند و همچنین مشاهده میکنید برخی مانند تبرک تا 42% منفی هم تجربه کردند و در طرف مقابل 13 نماد هم صف فروش را تاچ کردند که حالا لیستشون را مشاهده میکنید. برخی مانند بیزاگروس 44% مثبت شدن در نهایت. و خب حالا از نظر تعداد صف خریدی ها باز هم تعداد صف خریدی هامون از فروشی ها در همه آمار دیدید که بیشتر هستش. البته شاید اگر ابتدای بازار امروز خوب نمی بود و یا اینکه بازار کمی بیشتر ادامه می کرد و تعدادی نمادها منفی بیشتر می خوردن، شاید اینجا هم آمار خیلی جالب نمی بود. باید دیگه ببینیم که فردا یا بازار دنباله بازار امروز خواهد بود یا اینکه بالاخره با اخباری میتونیم بازار رو بهتر ببینیم، مخصوصا در ارتباط با اون صحبتایی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس داشت. 5 نماد امروز در منفی با حجم خوب خریدار داشتن: زکوسر، هرمز، سوپا، رافزا و پکرمان. و این 20 نماد با الگوی اشتیاق خرید، کندل سبز و خریدار مواجه شدن که تقریبا شاید بهترین نمادهای امروز بتونیم این لیست 20 را لقب بدیم. البته خب اونان که در صف خرید بودن رو هم باید بهشون اینجوری اضافه کرد. شاید همه روی هم بریزیم، امروز حدودا 40-50 نماد بیشتر نبود که با خوبی که شروع کرد با خوبی هم تمام کرد کار رو. شاید اگه ساعت 10 صبح می‌خواستیم این حرف رو بزنیم تعدادشون 100-150-200 نماد حتی بود که خوب شروع کرده بودن و تا نصف راه هم خوب جلو اومده بودن، ولی همونجور که می‌بینید حدودا 140-150 تاشون تا انتهای کار طاقت نیاوردند و از گردونه خوب‌ها خارج شدند. و فیلتر سیگنال اشتیاق خرید نمادهای توریل و دیروز را به ما نشون میده. خب امروز تغییراتی هم فکر میکنم در آمار سال دیروزمون شاید رخ داده باشه. تعداد 220 رأی داریم، دیروز حدوداً 80 رأی داشتیم. دوستان لطف کردن و توی این رأی گیری ما بیشتر شرکت کردن. اکثریت اعتقاد دارن که شاخص کل در حدود 2 میلیون در مرداد ماه نوسان میکنه. بعد از اون میبینید که 30% دوستان میگن زیر 2 میلیون میاد، به 1.8 میلیون میرسه. 26 میلیون هم در حال خوشبین هستن که شاخص کل حرکت خودش رو شروع بکنه و با قدرت بالا بره، سقف قبلی را بشکنه. خب ممنون دوستان که برای ما کامنت میگذارن. آقای داوود، آقای شهرام که
در حال میگه اگه کسی نمیتونه جلوی رانت رو در بورس بگیره، بهتره که اصلا ریاست رو قبول نکنه تا تکلیف مشخص بشه. همچنین گفتن که نمادی رو بررسی کنیم که انشاءالله برای پنجشنبه جمعه ها بس این کار انجام بگیره. خب تشکر میکنیم از بقیه دوستانی که بر ما کامنت گذاشتند. دوست میگن که مشکل کم شدن ویو لایک تو همه کانال های فارسی هست، چون که ایرانی ها از فیلتر شکن استفاده میکنن، یوتیوب بیشتر لایک ها و ویو هایی که با آی پی تکراری صورت بگیره را حذف میکنه و دقیقا این هم یکی از دلایل دیگه هستش. در حالیشون میگن که شما بهتره کیفیت برنامه ها رو بالا ببرید و حالا تصاویر جذابتری رو استفاده بکنید، ادیتور بذارید، یه همچین کارهایی که حالا ما قبلا اول کار این کار رو داشتیم، ولی خب واقعیتش تهیه مثلا هر روز یه ویدیو دوتا ویدیو یکم کار رو سخت میکنه. در اون صورت مثلا کانالایی که هفته یه ویدیو دوتا ویدیو منتشر میکنن، این قضیه براشون خیلی راحت تر خواهد بود. در حال ما تصمیم داریم که حالا یه تستی بکنیم دیگه، ببینیم اگر که بحث ارزهای دیجیتال و حالا بحثای دیگه که تو کانالمون مطرح هست و از این کانال جدا بکنیم و اینو فقط بذاریمش برای بورس، آیا که وضعیت بهتر میشه و حالا به مرور به خیلی تعدادی از ویدیوها پاک میشه از کانال و در حال در کانالهای دیگه ای اونجا آپلودش میکنم که دوستان بتونن استفاده هم بکنن. تشکر از دوستان دیگه ای که حالا یک دوست دیگه ای هم که آقای سعید گفتن تصمیم خوبی هستش این کاری که تصمیم گرفتیم انجام بدیم و ببینیم که چه اتفاق میخوره رقم میخوره. آقای مهدی میگن این کندل سبز بیشتر اصلاح به نظر میرسه و خوشبینی میتونه موجب ورود دوستان به بازار و ضرر مجدد بشه و در هر حال ورود پول و حجم واقعا یه جورایی رکورد کم بودن زده. در حال من دیروز هم خدمتتون گفتم هنوز ما ورود پول حقیقی رو مشاهده نکردیم. خیلی زیاد نیست که بگیم آقا ورود پول انجام گرفته، عدد دیروز هم چندان زیاد نبود. امیدوار بودیم که امروز ادامه بازار دیروز باشه که خب متاسفانه این گونه نشد. دیگه حالا بس ببینیم واقعا چه اتفاقی میفته. من فکر میکنم این قضیه خوراک پتروشیمی ها تنها برگ برنده ای هستش که اجازه تغییر روند بورس را خواهد داد. خب آیدی ای انگوری هم میگن نماد بینو رو در واچ لیست داشته باشید و بقیه دوستانم که میبینید برای ما کامنت های خوبی رو گذاشتن، تشکر میکنم از همه عزیزان. عرض کنم که دوستان گفتن که کدام از فیلترها نشان دقیق تری از صعود یک نماد رو در روز بعد نشان میده و چه موقع در روز بعد بهتره خرید داشته باشه. ببینید نمیتونیم به صورت مطلق بگیم که مثلا این فیلتر از همه فیلترها بهتره. بالاخره توی همین فاصله ای که بورس تعطیل میشه معمولا تا فردا اتفاقات زیادی میفته، اخبار زیادی رد و بدل میشه. روز بعدی که بازار باز میشه جو کلی بازار خب خیلی تاثیرگذاره. یعنی فرض کنید ما الان بگیم فیلتر الگوی ساعت به طور مثال فیلتر خوبیه، فردا ببینیم که کدوم یکی از نمادها تو فیلتر الگو ساعت خوب اومدن و آخر کار بالا، میتونن روند بازار امروزشون رو ادامه بدن. ولی فرض کنیم فردا اینقدر بازار افتضاح باز میشه که حالا اگه اینا واقعا میخواستن بالا برن دیگه این اتفاق براشون نمیفته. شما واسه بالاخره به فیلتر که ما میذاریم و نماد را معرفی میکنیم برید نموداراش هم نگاه کنید که ببینید در چه وضعیتی هستن. فرض کنیم مثلا الان امروز ما نماد به شهاب را دیدیم که در یک فیلتر ظاهر شد و الگوی ستاره صبحگاهی زد. خب وقتی من میام نمودارش رو نگاه میکنم میبینم که خب الانی به شهاب تقریبا در موقعیت خوب خرید هم قرار گرفت. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید چندین مرتبه از اردیبهشت ماه توی خرداد ماه و یا حتی در
تیر هم یک مرتبه، تو مرداد هم یک مرتبه. هر باری که اومده به قیمت حدوداً 220 تومن برخورد کرده، به سمت بالا حرکت را انجام داده. یعنی 220 تومن الان یک حمایت براش محسوب میشه. دومی که با دو تا قله‌ای که امسال به جا گذاشته روی قیمت حدودای 300 تومن هم بالاخره یه مقداری فاصله گرفته. البته حالا نسبت به قیمت پارسالش، اسفند پارسالش که حدوداً 1800 تومن بوده و حتی قبلترش حالا برج 9 پارسال که 1500 تومن بوده، فاصله خیلی زیادی نداره. یعنی که حالا اینجا میخوام بهتون بگم فاصله ریسک ما نسبت به برگشت به قیمت اسفند، وقتی من بیام روی این قیمت 2000 رو فرض کنید 2100 تومن 2200 تومن اینا خریدش بکنم، برگرده قیمت بیاد به اسفند سال گذشتم تا مثلا 1800 میاد، بعد مطمئنم بعد مثلا یک ماه دوباره میاد بالا و به همین قیمتی خریدیم میتونیم بفروشیم. ولی خب اگرم بخواد حرکتش رو شروع بکنه، شانس ما هست که مثلا تا حدودای 3000 تومن هم مجددا بالا بیاد و بتونه اتفاق خوبی براش رقم بخوره. پس حالا فقط فیلتره نیست، ما امروز به شهاب تو فیلتر دیدیم، سریعا میایم نمودارش رو هم اینجا نگاه میکنیم. خب نمودارش هم انگار بد نیست برای خرید، بنابراین تصمیممون میشیم که ریسکش رو بپذیریم و مثلا یه پله ورودی رو بزنیم برای بشم. در طرف مقابل خب شاید نموداری که الان وجود میداشت علارغم اینکه حالا توی فیلتر دیده میشد، جایگاه خوبی رو برای خرید به ما نشون نمیداد. خب بعدا اون موقع این کار رو انجام نمیدادیم. بنابراین یه چیز مطلقی نیستش که ما بگیم قطعا یه نمودار، یه فیلتر خیلی میتونه کارساز باشه. شما باید حتما نمودارش رو هم نگاه بکنید. خیلی دوستان عزیز لطف دارن به خاطر پیام هایی که میگذارند. دوستان با قضیه فیلترینگ اشاره کردن که یکم کار رو سخت میکنه، که خب قطعا همین گونه هستش که شما میفرمایید. آقای امیرخان نظر جالبی نوشتن که دیدید اکثریت میگن شاخص میره تا 3 میلیون بفروشید و بیاین بیرون، چون تا به تارگت این عزیزان نرسیده بازیگران زودتر خالی میکنن. حالا اگر دیدید همه میگن میرسه به 1800 برید بخرید، به خاطر اینکه خب قطعاً حقوقی ها جمع میکنند و نمیذارن به 1800 برسه، و اگر با جمعیت حرکت کنید همیشه متضرر میشه. این صحبتی که من همیشه به دوستان میگم، یه وقت میخرن شما باید بفروشی، وقتی هم میفروشن باید بخری. متاسفانه خیلی ها برعکس عمل میکنن و خب موجه مشکل میشه. البته نه اینکه بگیم 100% این قانون درست، بالاخره شما دارید وارد بازار مالی میشید و باید ریسک حضور در این بازار رو به نوعی بپذیرید، ولی خب اغلب اوقات بهتر جواب میده نسبت به اون دوره‌ای که همه دارن میخرن شما برین بخرید، یا مثلا همه دارن میفروشن شما برین بفروشید. این برعکسش کار کنید خیلی بهتر، حتی سنجیده. و باز دوستامون اونجا نوشتن همین نظرسنجی که ما تو کانال گذاشتیم نشون میده که باید بخریم، کلا مخالف نظرسنجی حرکت کنیم. تا دیروز نظرسنجی ما فکر میکنم اکثریت رو گفته بود که میرسه به 1800. حالا بازار دیروز و امروز شاید یه مقداری نظرات رو برگردون و امروز اغلب دوستان میگن که حدود 2 میلیون میتونه نوسان داشته باشه. خب ممنونم از شما عزیزانی که بر ما کامنت میگذارید و عذرخواهی میکنم اگر اسم دوستی را نخوندیم. در حال همه کامنت ها را من میخونم و خیلی لطف دارید، منتظر نظرات خودتون راجع این برنامه هم هستم. صبر کنیم ببینیم بالاخره این آقای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس مجلس و اینا اصلا کلا مجلس کاری میتونه انجام بده برای پتروشیمی ها و تغییری با حرف مجلس میتونیم داشته باشیم، یا اینکه نه دولت میگه مرغ یه پا داره و میخواد روی به اصطلاح اون صحبت خودش باقی بمونه. تا برنامه بعد خدا نگهدار.